با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 28 از ماه سپتامبر سال 2015. در روزهای دوشنبه خدمت شما بزرگواران در باب مغالطه صحبت میکنم. البته خود بحث مغالطه و سفسطه اینها بحثی است در منطق، اینها مهم نیست که ما این تعاریف رو بدانیم، مهم آن است که تشخیص دهیم در سخن یا در نوشته چه سخنی دارای استدلال غلط است و بتوانیم اینها رو تشخیص بدهیم. حالا به هر صورت اجازه فرمایید که یک غزل از خواجه حافظ بخوانیم. خواجه حافظ شیراز: بله، ما را ز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. عذب یعنی شیرین، عذوبت در واقع مصدرش هست. هر شربت که نظامی عروضی سمرقندی میگوید فردوسی سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید. حالا ماء معینش که خب ما نمیدونیم کجاست، شاید که یعنی همون آب بهشت، جویبار بهشت. بله، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است، گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. اینم باز مضمون از سعدی است در واقع: از دست دوست هر چه ستانی شکر بود، از دست غیر دوست تبرزد تبر بود. البته بیت حافظ خیلی زیباتره، اما مضمون اونجاست. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. تو در تو سخن حافظ معانی مختلف دارد، صنایع بسیار بسیار مختلف به کار میبرد. مثل همین بیت: بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. اینجا سیل دمادم در واقع استعاره است، یعنی عشق. بله، معشوق عیان میگذرد بر تو ولیکن اغیار همی بیند، از آن بسته نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. بله، بیا که وقت بهار است، تا من و تو به هم به دیگران نگذاریم دشت و صحرا را. سعدی: بله، سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، کین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. این سر ما جای نصیحت نداره، چون نصیحت میدونید کار آخونده و شیوخ و این چیزها بود. یه این سر ما جای نداره آقا، پر از
آوای چنگ و رباب محلی برای نصیحت نمونده. حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظر باز، بس طور عجب لازم ایام شباب است. خدمت شما عرض می کنم که این داستان مکه و مردن یه مش آدم بیچاره اینا سر و صدای زیادی پا کرده. آقای اسد علی هم همونطور که میدونید اعلام نمیدونم چند روز عزاداری، ما آماده هستیم برای عزاداری، میگردیم ببینیم کجا یه جشنی چیزی هست ببندیمش، آقا بفرستیم اینها رو در منزل نماز بخوانند، میاد اینجا جشن میگیرد. چهار روز عزاداری برای حاجی هایی که زیر دست و پای حاجی های دیگر از کنم از میان رفت. شنیدم، من ندیدم، شنیدم که عربستان شمشیره رو تیز کردن که یه عده نگهبان اونجا رو گردن بزنن. عرض کردم من ندیدم کجاست. در قدیم خب عرض کردم قبلا خدمتتون، اینا را میفتادن برای حج. حالا از هزار مصیبت که اینا بایستی عبور میکردن و بعد بادیه های هولناک رو میپیمودن سوار شتر، میرسیدن به حج. اونجا هم مگس بود و هزار جور پشه های عجیب غریب و گرفتاری، میمردن، اغلب بر نمیگشتن. اینها کسی که میمرد در این راه میگفتن خب این نشون میده که خداوند از اونجا یک سر بردش به بهشت، حجش قبول شد. و این از این داستان های لاتایل، داستان ناصر خسرو رو براتون خوندم یک روز چند سال پیش. این حکیم قبادیان میگوید که چند مسافر خراسانی آمده بودند به مدینه. خب مدینه بالاست، مکه پایین، در واقع مدینه در شمال، مکه در جنوبه. سه روز مونده به همین برگزاری حج. گفت این شش نفر حاجی خراسانی میاین و میروند به یک کسی که شتر اجاره میداده و اینها، میگن آقا یک کسی رو پیدا کن که ما رو برسونه به موقع. در دو روز گویا، حالا باید سفرنامه ناصر خسرو بیاریم بخونیم. این آقا میگوید که من شما رو میرسانم، ناراحت نباشید. سوار شتر میکنه این شش نفر رو، پاهای اینا رو میبنده به شتر رو نهیب میکنه به شتر. شتر هم که اسب راهوار نیست، بعد از یکی دو کیلومتر اینا میفتن به گریه و التماس که آقا تو رو خدا ما رو، دل و روده های ما به هم ریخت، ما رو پیاده کن. گفت نه، انا قول داده که شما رو برسونه، پولم گرفته. گفت آقا پول ما سه برابر میدیم، ما رو بذار پایین، لامصب از این شتورها داریم میمیریم. حالا به نوشته خود ناصر خسرو خنده خیلی خیلی مضحک این داستان، هر شبت که گفت آقا اینا هر چی التماس کردن، این آقا گفت مرد و قولش، زد به این شتورها، دوانید. گفت وقتی که رسیدن اینا از شش نفر چهار تاش مرده بودن و اون دو نفری هم که مونده بودن از مرده بدتر بودن که برسن به حج. البته اونها رو هم خداوند تبارک و تعالی به بهشت برد. خیلی خیلی مضحک بود این داستان، خنده‌دار. و یک روز بعد بخوانیم که این گریه و التماس اینها که آقا ما پول میدیم دو برابر، ما داریم میمیریم. گفت نه خیر نمیشه، شما قول عرب قولش قوله، بس ما شما رو برسونیم. اونقدر دوانید که بیچاره‌ها مردن رو شتر. داستانی به هر حال هر شبت که این آقای روحانی آمده است به سازمان ملل. شما در آخوند جماعت باید دقت کنید، یعنی کم وقتی که دقت کنید رفته رفته آخوند شناس میشید. خود این آخوند شناسی از هر میکروب شناسی بالاتر آقا علمش. اولا آخوند معمولا یک غمزه و یک کرشمه و پشت چشمم نازک میکنه و دل زنها رو ببره دیگه، مهارت پیدا میکنن خلاصه در این کار. حافظ میگوید به آخوند، میگوید این دعویم تمام که با دلبران شهر
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. بله اینا ناز دارن، عشوه میان، کرشمه میان، خیلی چیزا بلدن خلاصه که من شما اطلاع نداریم. این آقای روحانی هم که پدر بر پدر آخوند بوده و پدر بر پدر خب مفت میخورده، حالا شده رئیس جمهور ایران، آدم خجالت میکشه. آقا واقعا شرم‌آوره که یک ملتی نشسته اونجا، 80 میلیون ایرانی، برای 2500 سال اونجا تاریخ دولت داره، حالا یه آخوند متعربی که معلوم نیست، آقا ازش بپرسی آقا این لباس لباس کجاست، این چه لباس، این لباس ایرانی نیست که پدر جان، که هیچ یک از قبایل ایران هم این لباس رو نداره، این لباس لباس عربی است. بپرسی این چه لباسی است به تن تو، از کجا اومدی، از کدام جهنم در ری تو، از ایران که نیستی. میگوید خب این سنت رسول است. خب تو سنفت اینه که دنبال سنت رسولی، بشین سر جاد، تو رو به چه بین که بیا بگی من رئیس جمهورم، که من که خجالت میکشم. خدا شاهد است به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر که آدم عرق میکنه وقتی میبینی آخوندی آمده، این رنگ ریشش هم مثل که خاکستر پاشیدن. حالا چیز کنید بعدا که میگم نشون بدم خدمتون خواهیدی. کرشمه و عشوه و پشت چشم نازک میکنه، آخه آخوند گدای خمس و زکات خور، خودشون به خودشون که جمع میشینن میگن عاشق مرتضی عجب شد، خدا رحمت کنه اون شاه سابق رو که گذاشت و رفت فرار کرد و ما به چنگ ما افتاد. آقا یادتون هست، یادتون هست در فیضیه چه میکشیدیم؟ 8 تا دستمون میرفت برای یک کاسه یخنی یا دیزی آبگوشت. حالا ببین چی شده، چه عشوه‌ای داریم و کرشمه‌ای داریم، میریم امریکا اونجا در سازمان ملل سخنرانی هم میکنیم، اونجا مصاحبه هم با ما میکنن تازه. خلاصه بله، یارو آقای منتظری میگه ما آخوندهای در واقع نافذ الکلام معروف، میگه از فرط بیپولی این ماها که میرسید ماه محرم و اینها، این بچه آخوندهایی که تازه اومده بودن طلبه و اینا برای تمرین آخوندبازی میفرستنیم دهات. میگفتیم برین آقا اونجا 2 تومن، 1 قرون، 3 تومن، هرچی بهت دادن جمع میکنی میاری. بعدی میمد آخر ما 50 تومن، 60 تومن میابرد، ما اینا رو میگرفتیم میدن گوشت بخریدیم تو حوزه این طلبه ها بخورن اینها. اینطوری بود اوضاع احوال. گفت یک بار یه آخوندی، بچه آخوندی، اینا زیر دست خمینی بودن، این گروهی که این آخوند در اونجا، یه دست نمیدونم منتظری بودن، اما مرعشی بچه آخونده خودش داشت، اینا میپرسنن یک ماه اینا گدایی میکردن. بگذاریم. گفت یک آخ بچه آخوندی رو این روح الله، اصل روح الله فرستاده بود، رفته بود یک ماه گدایی، روزخونی و حسین کشتن و اسقر سر بریدن و اینا. بعد یه رو دیدم آمد پیش من و گریه میکنه به همون زبون نجف آبادیش. گفت گریه میکنه، گفت چیه شده است و اینها. گفت که آقا این سر روح الله من رفتم یه ما گدایی کردم، 30 تومن بهش بهم دادن، 30 تومن، 30 تومن یا 40 تومن یه هم چیزی. گفت دادم همه شتا کرده است گذاشته زیر این نالیش دوشکش. گفت اینا که شنیدم دیگه طاقت نبردم، پاشم رفتم. گفتم خجالت نمیکشی؟ یعنی بخومی تو فکر کرده که این بچه آخون سوار اتوبوس که شده است از ده، یکی 40 تومن داده است گفته اینا بده به خمینی، این گدایی کرده است 1 قرون 1 قرون جمع کرده است بشش بده 10 تومن. اینا زندگیشون اینطور بوده. خب حالا عباره میندازن سازمان ملل متحد، ایداد بیداد، سعدی فرمود اون نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، این منم کاندر میان خاک و خون بینی سری.
کن که جنگارت به خون خیش بازی می کند، ون که بگریزد ون که بگریزد به خون لشکری، ون که بگریزد زمیدان به خون لشکری. حالا به چی شدم رفت؟ یعنی که وقتی سردار پایداری میکنه در جنگ، داره با خون خودش بازی میکنه. ولی اگر فرار بکنه با خون لشکر، یعنی فقط سردار فرار کرد لشکر کشته میشه، از بین میره. داستان زندگی ما اینطور بوده، شده است که یک امپراتوری بزرگ پادشاه رفته به میدان، گفتن آقا شما نرید، مثل داریوش سوم رفته یک یونانی بیسجیهه نمیدونم کذا و کذا با 10,000 تا آدم، این پادشاه محتشم هخامنشی پا به فرار گذاشته. خب تمام شد دیگه. وقتی داستان ما این نبود که اگر یک سپهسالار کشته شد دومی، اگر دومی کشته شد سومی، اگر سومی کشته شد چهارمی، پنجمی، ششمی عهده‌دار لشکر بشه، اولی که کشته شد الفرار. داستان ما اینطور شده، اینطور بوده. وقتی فرمانده کل فرار میکنه، خب معلومه داستان چی هست. نادرشاه یک جنگش توام با شکست بوده، اون هم در جنگ با عثمانی، جنگ اول بزرگ ایران با عثمانی. اسب نادر تیر میخوره و میفته زمین. لشکر ارتلار، این همه سپه سالاران عرض کنم دلاور، همه فرار کردن. نادرشام گریخت، چاره نداشت، آمد در همدان جمع‌آوری کرد، دلداری داد، گفت آقا مرد شکستم میخوره، مهم نیست، مهم این است که ما بر میگردیم و جبران میکنیم. توپال پاشا بزرگترین جنرال عثمانی بود و پیر شده بود، توی تخت روان حملش میکردن. نادر یک نامه تمسخرآمیزی هم به اون نوشته قبل از جنگ که دیگه آدم نبود که پیرمردی مثل تو رو تو تابوت دارم میکشن این طرف اون طرف، باری گفت میام یک درسی بهت میدم. باری برگشته و پیروز شده نادر. باری این آخوندها داستانشون همون مثل اعراب اولیه است که بینان، تا سردار کشته شد رستم فرخزاد الفرار لاشخورا ریختن. اینام داستان این همونه. خودتون میدونید منظور من چی هست. بله، از فیضیه بعد که دیگه آخوند میشدن و عرض کنم که همه پس فکرم دارم اون شعره رو تصحیح میکنم، ببینم درست چگونه بود، حتما یادم میاد براتون میخونم. کن که جنگارت به خون خیش بازی می کند روز میدان، ون که بگریزد به خون لشکری. این سپه سالار وقتی در جلو سپاه داره جنگ می کنه، نهایت داره با خون خودش بازی می کنه، ولی اونی که میندازه و فرار می کنه به خون لشکری، به خون لشکری. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم و برمیگردیم دنبال این ناز و کرشمه. من میخوام یه آخوندشناسی بکنیم امروز. آقای روحانی حرکاتش رو اینجا رو چنون با مهارت، مثلا بنده که 2,000 سال تمرین کنم و زنده باشم که نمیتونم اینجوری پشت چشم نازک کنم، شما هم نمیتونید. آخوند باید باشی، کارها باید کرده باشی. آقا تمرین از دوران کودکی باید یاد بدم به شما این هنرها رو. اجازه بدید موسیقی بشنویم برگردیم خدمتتون. با درود بر شما هموطنان گرامی، از سفر آقای روحانی صحبت میکنیم، در ضمن اندکی آخوندشناسی هم میکنیم. این آخوندشناسی واجبترین علوم بوده در ایران که هیچکی توجه نداشت. یعنی چه عرض کنم،
اون چه قدیم سواد میگفتن، میگفتن آقا بی سواده، آقا با سواده، آقا ملاست. این بی سوادی بد دردیست آقا. این که عرض کنم بی سوادی، نه اون آدم محرومی که نمیدونم در دهات کجا به دنیا آمده، که حالا خود من بچه دهم. آقا من بچه بودم، در این روستای ما مدرسه نبود، ملا بود. میرفتیم عرض شود که اونجا میرزاهادی معلم بود، آخون نبود، چون قبل از ما آخون اکبر آقا نامی بوده که آورده بودن اهالی بچه ها درس بدن. ما میرفتیم اونجا، خلاصه دختر و پسر، البته چون میدونی این جاهایی که هرچی دورتر است از این مراکز خفقان آور ذهنیت آخون، مردم زندگی شونه میکنن، دختر پسر نخباری مینشستیم. بچه بودیم، جلو هر کسی یک شاله آتشی بود، زمستونا خیلی سرد بود و اینها. این آقا می چوب درازی داشت اونجا عربی و نمیدونم نصاب و عرض شبت که قرآن و این چیزها. تا یه روز ما دیدیم که خلاصه خب ماشین بزرگی آمد و مرحوم پدرم رفته بود به اداره فرهنگ. آقا این داستان چیه؟ اینجا مردم مدرسه ندارن، زندگی ندارن، اینا. خلاصه معلم و نمیدونم تخت سیاب و شیوه مدرن همین درس تکست بوک و کتابای درسی و معلم و اینها وارد شد. بگذاریم، بی سوادی این نیست که شما حتما مدرسه رفتن شما رو با سواد بکند بدون معنی، یعنی صاحب بصیرت بکند. در زمان ما قربان یک بیسوادی عمومی خلاصه بود دیگه، یعنی از نظر نگاه به این فرهنگ، از نظر نفی فرهنگ بود. در واقع هر جا می نشستیم برای بچه های جوان اینها خجالت میکشید کسی بگه من دیشب رفتم کتاب مثلا مقاصد الالهان نمیدونم عبدالقادر مراغی رو، بار آقا اینا چیه؟ از هوگو چیزی خوندی؟ بیار ببینیم. آقا از نمیدونم داستایوفسکی یا فرسان اینجوری بود داستان، یه قرضدگی یه جوری بود، خلاصش نمیدونم داستان کی توجه داشت که حالا آخوند چی گفته، یا اصلا آخوند یعنی چی، یا داستانش چیه، یا اصلا نقشش در جامعه چیه، اینا چه کردن به این مملکت. باری بگذاریم، مگر قدما کسانی که تجربه مشروطه داشتن و بعد از مشروطه و این ذات آخوند رو اونا خوب میشناختن. حالا برگردیم سر اصل مطلب. این آقا آمده و آقا خانم امانپور که نماینده بین المللی تشکیلات CNN هست باش مصاحبه کرده. حالا من میخوام شما چیز کنید، این حرفای این آقا یک ظاهری داره، بعد این یک معنی داره، یه تفسیر. حالا ما تا اونجا که بتوانیم توضیح بدیم خدمتتون. خواهش میکنم سپر جان، سوالای خانم امانپور که تمام میشه، جواب روحانی که تمام میشه در هر مقطع، شما قطع کنید تا بنده توضیح بدم. به صدای رو بلند کنید لطفا، من بشنوم امانپور چه میگه. بله، with the United States does not have any direct talks vis-a-vis Syria, but Iran simultaneously with the European Union as now Iran with the United States does not have any direct talks vis-a-vis Syria, but Iran simultaneously with the European Union as well as other countries does have talks regarding Syria, and those parties to the talks with Iran about Syria are in direct conversations with the United States as well. So perhaps not direct, but there are talks. It seems to be that the United States, the United Kingdom, Russia obviously, Iran obviously, are now all talking about a potential transition that involves President Assad staying where he is
for the moment. But I think today everyone has accepted that President Assad must remain so that we can combat the terrorists. However, as soon as this movement reaches the various levels of success and starts driving out terrorists on a step-by-step basis, then other plans must be put into action so as to hear the voices of the opposition as well. از صحبت آقای روحانی با خانم امانپور این نشد، میگذاریم برای بعد، اما خیلی دیدنی است. سوالی که ایشون میکنه، جوابایی که آقای روحانی میدهد، یه چیز خیلی مسخره‌ای که به میان افتاد در این صحبت ها این است که آمدن و گفتن رهبر معظم انقلاب سوپریم لیدر، من نمیدونم این لقب رو کی اختراع کرد، مرتبا میگن سوپریم لیدر. بدبختی گرفتاری ببینید، چه سوپریم لیدری؟ آقا یه آخوندی آمده با ضرب چماق و عرض کنم که زور نشسته یه جایی که اصلا جای اون نیست و کی به این آقا رأی داد؟ لیدر کی هست؟ چه کسی خواست این آقا اونجا باشه؟ من مردم بیچاره از کجا خبر؟ کی داشت پشت درهای بسته رفسنجانی چه فسادی کرده و چه حرفی زده و سوپریم لیدر؟ اینم افتاده به آیت الله، اینا همش جعلی و تقلبه. کدام آیت الله؟ کدام سوپریم لیدر؟ گرفتاری زیاد داریم آقا. باری که فرموده است که حرام است. خیلی خوب، این آخوندها کاری که میکردن مثلا میامدن میدیدن که این آقای اسحاق موسلی میاد و رفت آمد میکنه به دربار هارون، ارکستر موسیقی داره، صبحا میاد اونجا رهبری میکنه، نمیدونم مقام بالایی داره، و میشنیدن که دیشب هارون 100,000 سکه طلا داد به ابراهیم موسلی یا پسرش اسحاق. می آمدن چه می کردن؟ می گفتن شیخ مرتضی من قاضی القضات اسلامم در این دستگاه امپراتوری این آقا، سالی 15,000 دینار به من درهم به من می دن. این آقا اومده مطربه، فعل حرام داره انجام میده. دیشب هارون رفته منزل ابراهیم، اونجا 100,000 سکه طلا گفته بهش بده. این که نمیشه که، چه بکنیم چه نکنیم؟ حدیث اختراع میکرده. خب امروز هم متناسب با شرایط بایستی حدیث اختراع کنن، اما میخندن بهشون که بگن که حضرت امام جعفر صادق فرمود ساختن بمب اتمی مکروه است، ساختن بمب هیدروژنی حرام است و مورد کتاب بکنن. نمیشه. میگن آقا فرمود، آقا فرمود اصلا حرام است. کار اینها با دروغ بوده از روز اول، هنوزم با دروغ هست. چه چیزی حرامه آقا؟ حلال و حرام مگر امر فقهی نیست؟ در کجا پیش بینی شده که این فعل حرامی است؟ اینو بهش میگوین که کلاه شرعی آخوندی. بگذاریم، اجازه بدید که من اینجا یک کتاب به شما معرفی کنم، اگر فرصت پیدا کردید بخوانید. تاریخ شیعه و فرقه های اسلام، این رو مرحوم استاد دکتر محمد جواد مشکور که استاد دانشگاه بود تهیه و تدوین کرده است. خیلی خیلی عرض شود که کتاب جالبی است و اونجا میفهمیم که چه خبر بوده و چه مایه شعبه های مختلف در دین عزیز اسلام پدیدار شدن و شیعه چه بوده، خوارج که بودن. خیلی خیلی جالب است. این است که اگر یافتید
برای اطلاعات عمومی خیلی خیلی خوب هست. و همچنین کتاب شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس از رصافی، بله عبدالغنی رصافی، که امروز هم یه بخشی ازش را حتما خواهیم خواند. شما پارس سپر جنپر لاغل چند تا تکه شد، یکی این که مسخره میکرد انتخابات آمریکا رو. حالا بیارید اون تیکه هایی که هست که نشون بدید، شاید در آینده بتوانیم کل قضیه رو پیدا کنیم. Mr. President, this is the first time you've come to the United States since the nuclear agreement has been signed. You must have been watching from Iran the Republican presidential campaign, and you must have been seeing some of the debates in which many of the Republican candidates have said that if they become president, they will rip up the deal. First of all, what is spoken of here in the United States of America, sometimes when I would have time, some of it was broadcast live and I would watch it. Some of it was quite laughable. It was very strange, the things that they spoke of. Some of them wouldn't even know where Tehran was in relation to Iran. Some of them didn't know where Iran was geographically, not distinguishing that one is the capital of the other. So what they spoke of was quite far away from the truth. So the people of Iran were looking at it as a form of entertainment, if you will, and found it laughable. The other issue is that, yes, certainly in the United States, some are opposed to it and some are for this agreement. However, the issue of the Joint Comprehensive Plan of Action is not just an issue of Iran and the United States. It's an international issue. It's an international agreement. Can a government become a signatory to an international agreement and then the subsequent government tear it to shreds? This is something that only the likes of Saddam Hussein would do. So any government that replaces the current government must keep itself committed to the commitments given by the previous administration. Otherwise, that government, that entire country, will lose trust internationally. خب اینجا ببخشید احمدان گرامی، سیستم های ما اینجا ناجوره، درست نیست، صدا نمیاد، نمیدونم. این خانم در باب چیز صحبت، تنها چیزی که من فهمیدم، چون بلنگو خرابه، آقای روحانی میگوید که هر دولتی که بیاید، یعنی مقصود این است که اگر که دولتی مثلا جمهوری خواهم بیان، بایستی این قرارداد رو محترم بشمارن. خب اینا دوچار وحشت شدن آخوندها از بیپولی و فشارهای بین المللی. آخوند نیازمند پول هست برای شرانگیزی و نگه داشتن این نیروهای سرکوب. نیروی سرکوب پول لازم داره آقا، اگه نبل میکنه میره، برای پوله. میلیون بار خدمتتون عرض کردم این اسلام عزیز زمانی طرفداران زیاد شدن که موضوع غارت پیش اومد، اموال مردم. اینجا داستان اموال مردمه که این رژیم رو نگه داشته. این سپاه پاسداران کی هستن؟ اینا چه میکنن برای ایران؟ چه فایده ای دارن؟ بیان ببینن آقا کیا هستن اینا، داستانشون چیه، به چه درد مملکت میخورن. اینا نگهدارندگان رژیم اسد علی هستن، رهبر مسلمین جهان. حقوق باید برسه این چاقوکشان، برادران چاقوکش ما، بسیجی های عزیز که عرض کردم بینشون حتما بچه های خوبم هست. اینا پول میخوان آقا، نخود لوبیا میخوان، نمیدونم تلویزیون میخوان، برنج میخوان. اینا پول نباشه که نمیرسه، که این پراکنده میشه میرن دنبال کار دیگه. بنابراین اینا حسابی ترسیدن که نکنه، چون بعضی این جمهوری خواهان مثل این آقای دونالد ترامپ و چند نفر دیگه که ما تا روز اول که رسیدیم این قرارداد رو پاره میکنیم میریزیم دور و تحریم ها رو سخت میکنیم، سختتر میکنیم علیه این آخونده، چون این آخونده دشمن ما هستن و شرانگیزی میکنن. پشتیبان حزب الله الان پشتیبانی میکرد همین آقای روحانی از رژیم بشار اسد، آدمی که 250,000 مردم خودش رو کشته، 5-6 میلیون نفر هم آواره کرده، اینا پشتیبانشن، اینان و روسا.
حالا تازه روسیه اونجا سلاح فرستاده و تانک و توپ و تشکیلات و هواپیما و اینها برای نگه داشتن از اون سو فرانسه و کشورهای دیگر. میگوین دیگه میسر نیست نگه داشتن از این آقا به خاطر جنایاتی که کرده، میسر نیست. خب میگذریم آقا، از این داستان میگذریم، از این مصاحبه میگذریم. اجازه بدید که من به قرمطیان اشاره کنم که اشاره کردم جمعه شب بود. الان با داشتن کتاب مرحوم مشکور که اینها چه کردن در کعبه و یکی از موارد خیلی مهمه که در کعبه اتفاق افتاد، حمله همین قرمطیان بود به کعبه که در اونجا حاجی ها رو به قتل رسوندن و این حجرالاسود رو دو تیکه کردن بردن و با ریسمان در چاه آبریز یا توالت آویزان کردن اونجا مدت درازی و بعد خریده کردن. مرحوم مشکور داستان رو نوشته اما گویا باز از آخونده ترسیده اون تیکش رو مالکیشی کرده. حالا به هر صورت میگوید که قرامته منصوب به مردی به نام همدان ابن قرمت هستند، محمد ابن اسحاق ندیم، برای اختصار همواره ابن ندیم گفته شده. میگوید که چون عبدالله میمون قداح از بصره گریخ، مردی به نام همدان ابن اشعث ملقب به قرمت که برای کوتاهی اندام و پاها وی را به اون لقب میخواندن آشنا شد و دعوت او رو پذیرو. حالا به هر صورت خب بعد میگوید که اینها در سال 283 هجری قمری یک دولتی در بحرین تشکیل دادن که مرکزش احسا بود، الاحسا. اینان از قیام زنگیان که به پیشوایی صاحب الزنج در عراق سر به شورش برداشته و دولت عباسی را مستحصل کرده بودند استفاده می‌کردند. یه مطلب خیلی 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 مهم تاریخی که حادث شده در ایران بهش اشاره نمیشه، قیام سیاه‌پوستان بوده، زنگیان، و اینها برده‌های بودند که اسلام گفته بود بیاورند و ازشون کار بکشن. یکی از این داوطلبان رپابلیکن، پزشک مغز و اعصاب سیاه پوسته، گفت آقا این اسلام ریلیجن نیست، این چیزیست که من خدمتتون بیشتر از 20 ساله میگم، اون مذهب نیست، این یه حزب سیاسیه، چون واجد شرایط دین نمیشه. آخه دینی که امر به خشونت شرط اول کار هست دیگه، چه دین چی؟ دین شمشیر. گفت من نمیگذارم، یعنی رأی نمیدهم به مسلمان که بخواد مسلمان چیز بشود، مسلمان بخواهد رئیس جمهوری مملکت بشه، من رأی نمیدم. سر و صدا کرده و مرتب داره پاسخ میده. در هندوستان هم این برادران مسلمان ما رو در ارتش به مدارج بالا نمیذارن برسن چون بهشون اعتماد نیست. در ارتش هند خدمت میکنه، دلش با پاکستانه. این آیین اسلام عزیز وارد مغز هر کسی که شد دیگه وطن نمیشناسه. وطن یعنی چی؟ خاک دیار بیگانگان رو میاره میبوسه، به دهنش میذاره، بعضی وقتا میخوره، پاک میشه از ذهنش. داستان وطن و حیثیت وطن و هموطن و این چیزا اصلا معنی نداره، هیچی. و
لازمه کار سیاسی وطن دوستی است. آقا وطن دوستی، کسی که وطنش دوست نداشته باشه این است که در روزگاری که ایران فراموش شده بود و مردم یادشون رفته بود که آقا ایران کجا بوده و چه بوده، زیر سایه شمشیر اسلام و شیعه‌گری این صفویان آمدن و گفتن آقا بزرگترین دشمنان خدای سنی هستن و ما شیعه هستیم و ما باید با اینا قتال کنیم و جدال کنیم. و عرض کنم که رفت اون چه رفت با اون همه جنایتی که اینا کردن. بنابراین از آدم دینی وطن دوستی به همین دلیل هم هست که شما در این که خونه آخوندها بروید راجع به ایران باستان شما هیچ پیدا نمی کنید، علاقه نداره، لعنت میکنه. خمینی هم مگر نگفت که این شیر خورشید ملعون را ببرید، پاک کنید این شیر خورشید ملعون را. ما هم پاتریم تماشا کردیم، یه آخوندی آمده با لباس عربی و عمامه عربی آمده پرچم ایران رو، پرچم مملکت رو بهش توهین میکنه، بهش با جاش عنکبوت میذاره. ما هم نگاه میکنیم. خب از این چیزها آقا ما زیاد دیدیم، چنگیز ها دیدیم. ما البته تقصیر ما نیست، اگر در کشور ما احزاب بزرگ سیاسی بودن که میتونستن مردم رو متشکل کنند، شاید میشد کاری کرد. مردم دست بسته بی اسلحه آرام تسلیم رو تحویل گرفت خمینی. گفت حالا هر بلایی من به روزشون میارم، حالا تماشا کن. یه گفته بود آقا ما آخوندیم، آخه آخوند که ما که نمیتونیم اداره کنیم. تو یه حرفا رو نزن پسر، یه قزاق بی سواد، این حرف اون هست، یه قزاق بی سواد اومد من شاهی کرد، ما نتوانیم. خب این قرمتیان حالا کشتارشون درست نبوده، اما سیستم اجتماعیشون بسیار جالب بوده، حالا براتون میخونم. و ناراضیان ملحق شدن، اینا اعراب بیابان بودن و فرماندار در واقع بزرگان اینها اغلب ایرانی بودن، قرمتیان. و دستگاه خلافت عاجز شد. حالا من میخونم بعد یک توضیحات اضافی هم خدمتتون میدم. میگوید که قدرت قرمتیان رو به افزایش گذاشت و در بغداد موجب نگرانی بسیار گردید. قرامته نه تنها در بین النهرین و خوزستان بلکه در انقلابات بحرین و یمن و سوریه نیز دست داشتند. رهبران ایشان در این هنگام ابو سعید حسن ابن بهرام جنابی اهل بندر گناوه که ایرانی نژاد بودند، سرزمین‌های وسیعی را زیر سیطره و نفوذ خود درآوردند. قرمتیان بحرین که بیشتر از جنگجویان عرب بودند، خطر بزرگی برای خلافت عباسی به شمار می‌رفتند. پیشوایان ایشان بیشتر ایرانی بودند. در سال 288 قرامته لشکریان خلیفه را در بیرون بصره به کلی در هم شکستند و تنها عباس ابن عمر که از سرداران خلیفه بود به بغداد بازگشت و داستان شکست خود را باز گفت. یکی دو سال بعد صاحب الناقه و پس از مرگ وی برادرش صاحب الشامه چنین و چنان کردن و تا دروازه های دمشق را غارت کرد. جالبترین کار این مرد حمله اوس به کاروانی از حاجیان که گویند 20,000 تن در این فاجعه به هلاکت رسیدند. در سال 312 ابو طاهر جنابی که پسر و جانشین ابو سعید بود به بصره تاخت و غنیمت‌های فراوان آورد. چند ماه بعد به کاروانی از حاجیان بزد و 2200 مرد و 300 زن کشته شدند و گروهی را به اسارت گرفتند. دیری نپایید که قرمتیان کوفه را 6 روز غارت کردند. در 8 ذی‌الحجه 317 ابو طاهر با لشکری به مکه حمله کرد و آن شهر را متصرف شد و غارت کرد و چند هزار از حاجیان را بکشت و عده‌ای را به بردگی با خود ببرد. و به این نیز اکتفا نکرده، چون غرامت زیارت کعبه را بت پرستی می‌شمردند، فرمان داد که حجرالاسود را از دیوار کعبه کنده به دو نیم کردند
و با خود به الاحزا بردند و پس از 20 سال بر اثر وساطت خلیفه فاطمی القائم اون را به مکه بازگردانیدند. در طی این مدت که کعبه فاقد حجرالاسود بود، مسلمان سعی فراهم میکردند تا با دادن پول زیاد اون سنگ را باز خرند، ولی در هر بار این پیشنهاد از طرف غرامته رد میشد و میگفتند که ما این سنگ را به فرمان امام بردیم و تنها به فرمان امام، یعنی فرمانده خودشان، باز می دهیم. بله. بعد نه تنها غرامته بودند که خوارج در ایران لشکرهای بزرگ، اینها کار خودشون می کردن، دستگاه خلافت تضعیف کرده بودن تا اینکه آسیای مرکزی ها پیدا شد. اونا چون دزد بیابان بودن، به شرحی که صد بار گفتن خدمتتون، دزد بیابان بودن، اینا اسلام به دهنشون شیرین افتاد، دیدن اونم همینه میگه. اینا از دیگه از کاسه از آشتاختر اینا بودن، شروع کردن به برانداختن خانواده های ایرانی و کشتن این غرامته. قرمتی کشتی چنان که از خون ایشان چند سال چشمه ها و یه خون شود در بادیه سنگ مسیل. این شاعر بزرگ دربار محمود میگوید. بله، کشتن و از میان برداشتن اینها رو و این دستگاه خلافت بر جای مون تا مغول ها آمدن و ما ایرانی ها از شر اینها راحت شده بودیم که ناگهان دستگاه خلافت در ایران پهن شد. مثل که وقت ما تمام شد عزیزم، از شما سپاسگزارم. خیلی از شما عذر بخوام، نشد این با این سیستم ما اینجا مصاحبه آقای روحانی رو پخش کنیم. امیدوارم در هفته های آینده به دست بیاوریم و بتوانیم رو پخش کنیم و توضیح بدیم خدمتون. از توجهتون به این برنامه بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.